برای نمونه همین مغایره رو ببینید خیرالدین زرکلید جلد 7 صفحه 227 میگه که این تا حکمیت خودش رو تابلو نکرد با امیرالمومنین که جاسوس معاویه است جاسوس معاویه بود اما بعد اون دیگه علنی کرد خیلی آدم باهوش بوده واقعا باهوش بوده مکار بوده میگن میگن من العرب داهیه به کسی میگن که پشت هفت در گیر کنه بتونه قفلا رو واکنه در... بره بیرون یعنی هیچ بنبستی برای آدم وجود نداره یکی از اصلی ترین کسانی که سنت لعنه به امیرالمومنین رو بنیان گذاری میکن ای مغیره مغیره چیه؟ گر نبود در آن کشاکش علی را من به خانه برده بودم اما مغیره تو ماجرای کوچه نقش کلیدی داره مغیرت ابن شعبه یا مغیره هم بهش میگن. آدم آبیاست. هست بابت خوش خوشخدمتی هم که تو کوچه کس سریع پست گرفت کوفه رو بشتادن بسره رو رفت جو. خیلی جا عوض کرد بی نهایت کسیف بود من عوض میخوام از برادران خواهران عزیز من نمیشتون. نمیتونم باز بکنم فقط یه کوچک اشاره میکنم حکم از خلیفه دوم گرفت ما گرفت بلند شد دیدن داره می دو میره یه جا ابو بکر میگه افتش که این اومد رفت توی حجره روبروی ما یوهی در حجره باز شد گفت انقدرم واقعی بود که این ابو بکر نه ابو یه فرد دیگه است داداش زیاد ابن از مادر یکی بودن بعد میگه که این انگار رنگا در باز شده گفت ما چهار نفر آدم نشسته بودیم گفتیم بیچاره شدیم داره کسافت کاری میگه گفت لاغت درست نگاه کن که بدیم شهادت بدیم این قراره بشه امام جماعت ما حاکم حاکم امام جماعت بودا این بدونید یعنی اون فقط جایگاه سیاسی نیست جایگاه دینیه خطبه رو میخونه با یه زن شوهردار به اسم ام جمیل با زن شوهردار داره زنا میکنه از قبیله قیس بود این زن اینا تا اومد بیرون اینا خرشو گرفت اینا که من دیدم من شکایت میکنم فلان دیگه جلسه سر و صدا کرد رسانه ای شد این ماجرا خلیفه دوم آورد با اینا رو گفت بیاید شهادت بدید سه نفر رفتن شهادت دادن اینقدر وقی این تو تاریخ نقل شده متاسفانه با جزئیات نفر چهارم که اومد کی بود خود زیاد بود از راه که اومد اون سه تا شهادتشون عین هم بود زیادم اونم اونجا بود دیده بود اینم اگر شهادت میداد تمام بود کار باید سنگسار میشد تا از راه اومد خلیفه دوم برگشت بهش گفتش که میبینم که خدا با زبان تو قرار صحابه پیغمبر رو نجات بده یعنی ببین خط اینه اونم اومد اونجا گفت نه من اینجوری من اینجوری کلیاتی رو گفت خلیفه دوم خب پس اثبات نشد میدونی که حکم اسلامیش اینه که کسی که شهادت دادن اونها باید شلاق بخورن شلاق داد دست مغیره بر این ستایی که به چهار دادن اینا رو شلاق بزن این ابو بکره میگفت جوری به من شلاق زد که من تا چند روز بعد پوست گوسفند آوردن نم زب کردن که اندر پشتم آویزون کردن که یعنی این چه پر رو باشه وسط سنگسا تو, تو یه, فا... یه, گام تا یه قدم تا سنگسار فاصله داشتی بعد اومدی بعد شلاغ گرفتی که حال آروم بزن داد به خود ما غیره همچین میزد که نگو ابو بکر تا آخر عمرش دیگه با زیاد قهر کرد وصیت کرد سر نماز منم نیاد سر قبر منم نیاد ببین تاریخ در مورد این نوشته از نس ثقیف یعنی زناکارترین بنی ثقیف بود حلبی در جلد دو سیره خودش جلد دو سیره حلبی صفحه 699 میگه او با 300 تا 1000 زن هم بساش که فقط 80 نفر از آنها شوهردار بودند زنا محسنه میکرد بعد ببین چه جوری چه دادگاهی درست میکنن چه قصایی اولین کسی که به جناب خلیفه دوم گفت امیرالمومنین مغیره بود نهلبی میگه اینقدر این پرروه اسما بنت امیس که همسر امیرالمومنین شد بعد از شهادت از زهرا قبلش همسر ابوبکر بود از ابوبکر دو تا بچه داشت یه دختر ام کلسوم یه پسر محمد محمد ابن ابی که در راه امیرالمومنین به شهادت هم میرسه معاویه میکشش جالبه این با اینکه فرزند ابوبکر منفوره چرا چون خونه زاد امیرالمومنینه امیرالمومنین دو تا بچه رو بزرگ کرد یکی بزرگتر که شد خلیفه دوم گفت من ام رو میخوام این ام کلثوم ام کلثوم دختر از زهران نیستا امیرالمومنین گفت من اینو بزرگش کردم فلان بچه سال نمی... نگفتی گفتش که من میام شاهد میارم کنار خونه کعبه که تو دزدی کردی دست تو میکنه من اینو میخوام این مقدمه رو داشته باشید این ام کلثوم میگه یعنی من با دختر از زهرا خلیفه دوم ازدواج کرده نه اینه اما تو خونه امیرالمومنین بزرگ شده بود دیگه میگه توی حج بودیم خلیفه دوم با مغیره با همن ام جمیل جلوشون در میاد همون زن شوهر داره که اون قصه نجاتش داد خریف دومی میگفتش که مغیره کیه این بیم پر رو بازی نگاه ام کلسومه یعنی تو داری من تیکه چیز میندازی منم جوابتون جو. گفت بابا تو خیلی پر روی اگه همونجا من اون شا... ما که میدونیم زیاد... بکر راست میگفت فلان جالب تو همون ماجرا او بدبخت و که بدبخت که شلاق زد اینقدر میگم محکم زد بلند شد گفتش که من درست شهادت دادم خلیفه دو گفت دوباره درازش کن دوباره شلاقش بزنید امیر اومد وسط گفت والله به خدا اگه شلاق بزنید من اینو قصاص میکنم یعنی این جامعه زناکار مبرز حاکم اسلامیه مردم ناموسشون در امان نیست شما چه چه... خ... چه فکری میکنید میگید بابا طرف زنا کرده چهار نفر دیدن رفتن شهادت دادن قصر در رفته یعنی چی؟ یعنی این آدم مسئولیت الالعبد داره دیگه هر کاری خاص میتونه بکنه متوجهیم اینا ایجاد ساختار میکنه قواعد میسازه خارزمی مورخ مشهور اهل سنت تو مقتل الحسین مینویسه تو جلسه که در حضور معاویه و امام حسن برگزار شد طرفداران بنی امیه یکی یکی بلند شدن هرچه دهنشون در مد به امام نثار کردن تا اینکه مغیره بلند شد جله صفحه 170 این چی میگه جلو چش امام حسن حرفا رو میزنه علی در زمان حیات پیامبر باوی دشمنی ورزید ببین این چه امام حسن میگه پشت سر امام حسن چی ها اینا میگن و قبل از مرگش ارائه اراده کشتن پیامبر رو هم داشت یعنی امیران خواسته پیامبر رو بکشه و رسول خدا از این قضیه آگاه شد پس از رحلت پیامبر با ابوبکر بیعت نکرد تا او را به اجبار آوردند عمر از در ستیز وارد شد که نزدی بود عمر گردنش را بزند از عثمان بدگویی میکرد تا او را به قتل رساند یعنی امیرالمومنین کشتش ولی خدا در قرآن برای هر کشته ای ولی و خونخواهی قرار داده است و معاویه ولی عثمان بود خونخواه عثمان پس اگر تو و برادرت رو بکشیم سزاوار خواهد بود به خدا سوگند خون فرزندان علی نزد ما از خون عثمان بهتر نیست جالبه از بنی امیه نیست نیست مغیره از بنی سقیفه خداوند پادشاهی و نبوت رو در شما قرار نداده است اون جمله است دیشب راجع به صحبت که قاعده است چرا؟ این که تو چش امام حسن حالا مثلا اساسی جمعش میکنه اینو این طور جوانی جای دیگه میرن چی میخوام مردم با خودشون میگن ما خون خای عثمان کنیم بعد این مردم میشن همون کسایی که منجل عثمان میسن شمشیر میکشن یعنی میگن برای خون خای عثمان اومدیم به خونه عثمان آب بستن ما بعد آب ببندیم ابن خلون تاریخش می نویسه مغیرت ابن در زمان حکومتش در کوفه در خطبه ها و در مجالسش از علی بدگویی میکرد و برای عثمان تقاضای مغفرت می نمون اینا زمین ساز کربلا شد دیگه هی hey, مردم شنیدن هی hey, مردم شنیدن هی hey, مردم شنیدن بدیهی بود براشون مگه میشه این نباشه تاریخ ابن خلدون صفحه 603 زهبی تو سیر علام نوبلا میگه مغیره در خطبهاش از علی بدگویی میکرد و خطیبانی را میگماش که از آن حضرت بدگویی کنن جلسه صفحه 31 طبق قاعده و سیستم هندسی که اینا ساختن تو اسلام همین الان مغیره بهشتی. صحاب هستی؟ میگن صح... اصحابی کن نجوم صحابه من مثل ستارن به ایهم اقتدایتوم اقتدایتوم به هر کدومشون اقتدا کنید بهشتید یارو زنای محسنه انجام میده دروغگو بوده هر کاری دستش بگیر بر اومده بعد بد... میگه دیگه الان یه میلیارد و دیویس میلیون نفر رو کره زمین آی مقیره رو بهشتی میدونن آله مغیرچ یه خورده همین آدم ببین تو جا جا جایگاه اجتماعیش براتون بگم هو مغیرت ابن شعبت ابن ابي عامر ابن مسعود ابن الاخر. ببین چی گفته ابو الفرج اسمانی آقا جلد 16 صفحه 321 علمای بزرگ نامدار اهل سنت میگه و کان مغیرت ابن شو شعبه من دوحات العرب از نخبگان عرب بود و حزمت ها و بسیار حزمندیش اندیشمند دقیق و زبر رأی صاحب اندیشه رأی و مشاور درجه یک ولحی الثاقبه و نقشه های کننده و کان یقال له فل جاهلیت و الاسلام به او هم در جاهلیت و در هم در اسلام گفته میشد مغیرت و آقا مشاور صاحب رای همینه فقط اصلا اندیشه مشورت به اسمش چسبیده بود مغیرت الرعی. و و کان یقال و گفته میشد ما, ما اعتلجه صدر المغیرت امران تو سینه مغیره دو تا مسئله دو تا امر دو تا تصمیم دو تا نظر جمع نمیشه الا اختار از ما هما. الا اینکه بهترینشون انتخاب میکنه و صحب نبی صحابه پیامبر و شهد معهول هدیبیه با پیامبر شاهد مرد هدیبیه بود و ما بعد آه توز بعدش هم بود و به ابو او ابوبک ابوبک رو فرستاد الى اهل نجر بر اهل نجیر منطقه مسیح بود فرستاد و شهد فتح یمامه تو فتح یمامه بود و فتوح شام تو فتوحات شام بود و کان یه ایراد جزئی داشت و کانه اول یه چشش کور بود اسی بعد عین او فی یوم الیارمک که همونم بدونید جانباز بود تو جنگ یرموک یه چشش از دست و شهد القادسیه تو فتح ایران هم بود حضور داشت مع سعد ابن ابي وقاص با سعد ابن ابي وقاص پسرش که عمر سعد فلم ما اراد مراسلت رستم وقتی میخواست با رستم رستم فرمانده ایرانی رستم فرخزاد میخواستم مناظره کنن چیزی رد و بدل بشه لم یجد فل عرب اد هامن گشتن در عرب بهتر از این مذاکره کننده پیدا نکردن ولا عقل من از او عاقل ترم پیدا نکردن مغیره شد نماینده سپاه اسلام رفت با رستم فرخزاد مذاکره کرد مناظره کرد نامه داد نامه گرفت و به عصب هی اله. و کان از سفیر بین هما اصلا سفیر اسلامی حتی وقت تا اون روزی که جنگ اتفاق افتاد و دیگه بازم بگم از خوبیاش و ولات عمر ابن خطاب این از والیان خلیفه دومه چقدر ادت الولایات نه یکی دوتا خیلی از ولایات گذاشت از کوفه برش میداشت برش بسره از بسره برش میداشت اهداها ول بسره یکیش فقط بسره خدمت شما آرز بشن این آقای مغیره این جایگاه اجتماعیشه یعنی نخبه ترین فرد سیاسی جامعه است تو مستدرک حاکم نیشابوری که میگه برو همون مبانی و روشمندی که سعی بخاری و سعی مسلم و اینا رو جمع کرد مستدرک اون الله این آور جمع کرد جل سه صفحه 447 میگه معروف بود در تاریخ به مغیرت و رعی مشاور اعظم هر کاری میخواد بکنی جامعه این بود آخه میخواد این کار رو انجام نکنی با مغیره صحبت کردی؟ از مغیره نظر خواستی؟ آ کابینه رو میخواد ببندید بالاخره با فلانی صحبت کردید یا نه لیست میبست براشون بدون اینکه کسی ازش دعوت بکنه تو واقع حکمیت خودش به از ره رفت خودش رفت واقع حکم کسی هم نتونست به نازش بیرون جرعت مگه پروفسور مغیره تشریف ها بودن شما چیکار دارید؟ تو زمان حکومت خودش توی کوفه انقدر خوشگل شیعیان انداخت به جون خوارج دوتاشون مخالف های معاویه بودن دیگه هم خوارج از معاویه بعدشون میمد هم شیعیان توان این دوتا سر فهم شد قد خوب مدیریت میکن یه کاری کرد مدیری مدیر معاویه نمیتونست برش داره تا میخواست معاویه برش داره یه شورش درست میشد نقل تاریخ میگه به بحث به محض بیعت با امام اونجا حاضر شد و علی از من نمیخوام مشاوره بگیری حالا این مغیره کیه جلو چه شهر از زهرا رو زده امیر رو چیکار کنه و ما قتل عثمان و انگامی که عثمان کشته شد و با ناز ناس و مردم با علی بیعت کردن دخل علیه المغیره مغیره بر وارد شد مغیره فقال یا امیرالمومنین ان لک عندي تو پیش من یه مشورت یه نصیحتی داری میخوای بعد بگم خاصو خمیرالمون چه برو گمشو بیرون فکری یادم رفته تو چیکار کردی که کی تو نظر خواست حالا دیگه من حاکم شدم دور دور منه میدونم چیکارتون کنم ماهیه بگو نظر تو استیاب ابن عبد البر جلد 4 صفحه 1447 به حضرت جواب میده نظر میده کابینه ببین تله و زبیر رو اینجوری کن ماویه رو دست نزنی و ماویه همونجا بمونه اینجوری کن اونجوری کن. کن اینم بعد اومد بیرون شاکی بود میگفت امام حسن دیدش حالا تا اهل سنت آه حسن فهمود که, که این چیکار میکنه حضرت گفت چش که این اعور اینجا چیکار میکنه امیرالمومنین فرمود که اومده من مشورت داره میده این آدم کسی که تو زمان سال 40 هجری که دیگه اخرای حکومت امیرالمومنین کشمکش وحشتناک و ایناست طرف 40 هجری بشه خودش یه نامه جاکر از سمت معاویه گفت من امیرالحاج جان خیلی مراسم مهمی بود خیلی مهم بود برای عرب از قبل جا از قبل هم برایشون مهم بود اصلا یکی از حسودیایی که به قریش می‌کردن به بنی هاشم می‌کردن گفتن چرا عباس اما به نام ساقی حجاجه یعنی الهاج خودشو جازد زد ابن ابی عبدالبر جلد 4 صفحه 1447 میگه که امام حسن برگشت به امیرالمؤمنین فرم... عرضه داشت که نسح و والله امس و خطعک اليوم این دیروز اومد مثلا مشورت بده حرف خوب بزنه خیرخواهی کنه اما این خود این دیروز این میزنه امروز خود میکنه خود شعر گفته و قال المغیره فی ذلک نصحت و به علی مشورت دادم خیر کردم کردم نصیحتش کردم فی ابن هندت نصیحه در مورد پسر هنده یعنی در مورد معاویه نصیحت بشن و کانت لهو تلک النصیحه کافیه همین مشورت من همین نسخه براش کافیه جلد 4 هم صفحه این منو اهل سنت یه شیعه رو ببینید هم تو احتجاج بهش اشاره شده این ماجرا هم ما یه مورخ درجه یک رحمت الله علیه دو سال پیش یکی دو سال پیش فوت شدن علامه سید جعفر مرتضی عاملی که اصلا ایشون هم مورخ هم کلامی هم متکلمه کتابی داره به اسم از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام بابی داره تحت مشورت المغیره تو بخش اموال عثمان یه داره میگه کارگزاران عثمان رو میخواد معرفی کنه مغیره رو میاره خب مهمه و جالب اینجاست عنوان یعنی بخواد تو یه تایتلش چیه مغیره مشورت مغیره یه ده صفحه هم گفته از صد جلد دو از صفحه 170 به بعد از ده صفحه صحبت کرده همین ماجرا رو هم میاره رفت اونجا گفت اینجا امیرمون جوابش رو میده چرا میان جواب از ثبت بشه فردا میگن میدونی چه شکست خورد مغیره مشورت نگرفته بود از مغیره حضرت یه کاری کردین دهنش بسته شد اومد بیرون شاکی شد به ما اصلا گفتش که حرف من گوش نمیده اینجوری جامعه اینه این تازه زمان امام علیه قیام امام حسین 20 سال بعده ببین تا اون موقع دیگه چی شد چهار نفر تو این ماجرا حضور دارن ابن عباس امام حسن امام علی خود مغیر است از زوایای مختلف بحث شده جای دیگه جالب امام حسن همه جمع شده بودن اروزلو باشم که گفتم دیشب گفتم از امام حسن فهمیدم که خوب سقف نریخته روی زمین اروزلو باشم جا همه جمن میگه که امر ابن عثمان ابن عفان بود امر ابن عاص بود عتبه نه عبی سفیان بود ولید ابن عقبه بود مغیرت ابن شعبه بود اونا بهش هم جمع شدن امام اصلا اومد یه مناظره شکل گرفت حالا تک تک جواب میده میرسه به مغیره اینجا خیلی عجیبه فرمایش یه با تو خیلی روی و انت الذي تو همون کسی بودی ضربت فاطمه بنت رسول الله تو همون کسی بودی که فاطمه دختر پیامبر رو زدی حتی ادمیتها ما دیدیم خون میچکید از مادرم که غرق در خون شد و القد ما فی بطنها با اون چی که در شکم داشت سخت شد استظلالا منک لرسول الله چون میخواستی پیامبر رو زلیل کنی تو اصلا هدف تیم بود بگی ناموس پیغمبر رو زدیم و مخالفتا منک لعمره برای اینکه مخالفت کنی با امر پیامبر و انتهاکن لحرمته برای اینکه حد که حرمت پیغمبر کنید اینقدر پر رو وایس داده جلو اما حسن و امیران فوش میدم اما. حسن بابا تو فکر نکن ما یادمون رفته این جامعه دستمون رو بسته که تموم شد اون دفتر من یادمه امام حسن که شاهد خیلی چیزا بوده دیگه اما کوچر شاهد بودم امام حسن اونجا امام حسین نبود امام حسن شاهد بود هم تو هم ماجرای ریختن دور پشت در خونه امام علی علیه السلام حاکمه نمیتونه قاتلای حضرت زهرا رو قصاص کنه جامعه میگه مذاکره کننده برتر ما بوده رفته با ایرانی ها مذاکره کرده پیروز شدیم ازش نظر خاصی یا نه کابینه میخواد چطوری بچینی دیدی به محض میری شروع کن دستور رو دادن رو اینجوری کن زبیر اونجوری کن اصلی ترین کسی که موجب شد یزید به خلافت برسد مغیره بود حتی خود معاویه باور نداشت یزید میتونه خلیفه باشه گفت سی هزار درهم به من پول بده نفری هزار درهم بیعت عراق با من چیکار دارید سی نفر میام دمشونه سی هزار درهم به این فقط بدون او به بن عباس و م... معاویه یک میلیون درهم خرید یه نفر رو. یعنی انصافا براشون مفت در آورد خیلی ارزون جمع کرد ماجر یه نفر یه میلیون درهم سی نفر سی هزار معاویه بابرم گفت نه پسرت خوبه اول رفت با یزید گفت من میرم مخه بابا تو میزنم بعد اونها گفت عالی گفت عراقو چیکار کنم شامی ها رو میتونم اینا بچه خودمونم اون ور چیکار کنم اون ور با من یه همچین کسی قاتل از قاتلان از زهرا میاد میگه میخوام باید مشورت بدم اون جامعه اختزام کنم بپذیره ماهیه بگو حرفت ببینم چی 20 سال بعد شما حساب کنید جامعه چی شده دیگه حالا 20 سال بعد این تازه